بله، اتهامات فراوانی از قول افرادی که دستگیر شدن زده شد. بعضی اشکالاتی وجود داشت حتی در این دستگیری ها که من به رئیس قوه قضاییه اعلام کردم. این موارد رو هر روز هست، یعنی هر روز شایعات هست. طبیعی است که اینا اثر میذاره در کار دولت، در کار کشور. مردم هم خب از من میپرسن، سوال میکنن، میخوان که بالاخره چی میشه، چیکار باید کرد. همکارانم هم در دولت میخوان. خب از نظر ما مجموعه این حرکت یک کار سیاسی است، روشنه برای ما کاملا که حرکت سیاسی است برای فشار به دولت. اخیرا هم خب بحث‌های جدید هم تو که شما گفتید مطرح کردن. ما موضعمون سکوته، اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام به اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. این حتما به کشور آسیب خواهد زد. امیدوارم که بالاخره به خاطر متامع سیاسی ادامه ندن. فضای کشور باید فضای بانشاد باشه، فضای کار باشه، فضای همدلی و دلسوزی باشه. ما تا الان سکوت کردیم، از این به بعدم بنامون بر سکوت هست. اما نقطه‌ای که من ببینم دیگه میخواد آسیب جدی به کشور وارد بشه، خب موظفم کارها رو و مسائل رو با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. امیدوارم که به اونجا حال هست. رئیس جمهور در ارزیابی خود از روند ادغام وزارتخانه ها تفاهم مجلس و دولت را در این باره خوب ارزیابی کرد. تفاهم خیلی خوبی بود بین مجلس و دولت، هم در بحث وزارت راه و مسکن، هم در بحث 5 وزارتخانه ای که امروز ادغام شدن و 2 وزارتخانه در واقع تأسیس شد. همکاری خیلی خوبی است. فکر میکنم گام های دیگه هم داریم که باز باید با همکاری هم برداریم. من امیدوارم همیشه همین فضا باشه تا بتونیم عرصه خدمتگذاری به مردم رو توسعه بدیم و کشور عزیز ما بتونه هر روز پیشرفت های جدیدی به دست بیاره. تفاهم خوب دولت و مجلس برای کوچکسازی دولت. تفاهم خیلی خوبی بود بین مجلس و دولت، هم در بحث وزارت راه و مسکن، هم در بحث 5 وزارتخانه ای که امروز ادغام شدن و 2 وزارتخانه در واقع تأسیس شد. همکاری خیلی خوبی است. فکر میکنم گام های دیگه هم داریم که باز باید با همکاری هم برداریم. علاوه بر رئیس جمهور، خبرنگارا برای گرفتن خبر سراغ وزرا هم رفتند.